مسخره کردن خودشونو. روشن کن بریم، نهارشون هم بخوره تو سرشون. قول داده بودم ریحانه رو ببرم شهر بازی جایی تفریح کنه، ولی اومدم اینجا با تو صحبت کنم. آخه دیوونه، اینجا کجاست قرار گذاشتی؟ یکی منو تو رو الان با هم ببینه چه فکری پیش خودش میکنه؟ اینقدر وزوز نکن، هر جا باشن الان برمیگردن. آبگوشتی که رو گاز ول نمیکنن برن. داداش خب میذاشتی فردا شب که میایم خونتون حرف میزدیم دیگه. دل بچه رو چرا شکوندی آخه؟ بابا تو چرا انقدر میترسی؟ مگه ما داریم چیکار میکنیم؟ آقا ما دو تا گنجشک عاشقیم، داریم با هم دیگه چیک چیک میکنیم. همین. روز جمعه تفریح ما رو ببین تو رو خدا. باید بشینیم تو ماشین منظره بیرون رو نگاه کنیم. فردا شب جلوی بقیه نمیشه حرف زد. اومدم اینجا تنهایی صحبت کنیم. همینجا همه چی رو چهار میکنیم و تموم. ببین من باید زود برگردم، اما به مامانم گفتم دارم میرم آموزشگاه از منی جزوه بگیرم. دیر برم شک میکنه. داداش میشه بگی دقیقا راجع به چی داری حرف میزنی؟ راستش من متوجه منظورت نمیشم. نه ایمده کجا میخوای بری آخه؟ یه خوردم به فکر این دل ساب مرده ما باش. همش ده دقیقه است دیدیمت. به جای لودگی یه زنگ بزن به اون ننه بابای گرامی بپرس در حال حاضر کدوم قبرستونی تشریف دارن. مامان پشت تلفن بغض کرده بود وقتی داشت تعریف میکرد. اولش باورم نشد، گفتم آبجی کوچیکه من خانمتر از این حرف هست. من خیلی تنها میرم، خیلی. این شب تا خود صبح داشتم به اون آهنگی که ایمیل کرده بودی گوش میکردم. اونقدر باش گریه کردم که چشم باش از کاسه در میاد. مهران من نمیخوام از دستت بدم. بچه باشن ننه بابای تو بهترن که یه ساله هیچ خبری از اون نمیگیرن. الو سلام مامان، مهمون دعوت میکنی میذاری میریم؟ با ما پشت در موندیم، کجایی شما؟ باشه زود بیان، خداحافظ. اولش باورم نشد، گفتم آبجی کوچیکه من خانمتر از این حرف هست. نیم ساعت بعد بابا چند تا از پیامکات و قایمکی واسم فوروارد کرد. خیلی دوست دارم مریم، بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی. تو فقط یه خورده دیگه صبر کن، باور کن من همین که بتونم خودم رو جمع جور کنم میام جلو، یه لحظه هم معطل نمی کنم. نیم ساعت بعد بابا چند تا از پیامکات و قایمکی واسم فوروارد کرد. وقتی خوندمشون دست پام یه اوشار شد. خانوادم اصرار دارن هرچی زودتر ازدواج کنم. زمان به نفع من و تو جلو نمیره. هر کاری میخوای بکنی فقط زودتر. با اون خانواده شد بگو یه خورده از پول خورده های تعجیبش رو کارت به کارت بکنه بدیم به این مردی که صابری. بگو میزنیم پای جهیزیه که ندادید. داداش تو رو خدا فکرهای عجیب و غریب نکن. به خدا ما فقط چند باری همدیگر رو دیدیم و با هم حرف زدیم، همین. مهران قراره با خانواده‌اش چند وقت دیگه بیاد خواستگاری. دیشب قضیه خودمون رو به مادرم گفتم. واکنشش اصلا خوب نبود. خانه کردن این زمان میبره. ولی میشه. من اگه بدون جهیزی و عروسی افسارم رو دادم دست تو واسه خاطر این بودش که خانواده‌ام تو رو به آدمیت قبولت نداشتن. اگه یکی با طلبکار باشه الان منم نه تو. اونا اعتقادات خودشونو دارن. اگه بفهمن من و تو بیخبر با هم آشنا شدیم دیگه محاله بذارن به هم برسیم. حیا و نجابت و محرم و نامحرم و واسه همین گذاشتی زیر پات که میخوای ازدواج کنی؟ من اگر فکر نمی کردم اینقدر چه سفید شده باشی. این پسره جلنبر شوهر یه دوست پسر. سلام به روی ماه همه اونایی که عاشقن، عاشق زندگین، عاشق همه آدم های خوبین که حتی گذرا از کنارشون رد میشن. خدا کنه امروز همون روزی باشه که شما کلی دنبالش بودید. عجب داستانی داریم ما. برو یه تقویم بذار جلوشون، بهشون بگو بابا ما تو سال 92 ایم، الان شرایط با 40 سال قبل خیلی فرق کرده. بفهمین تو رو خدا. داداش اصلا تقویم امسالو دیدی؟ شما چرا نمیخواین قبول کنین الان با 40 سال قبل فرق کرده؟ دارن قرص میخوری بگی اعصابت خیلی خورده ها؟ همش ادا، همش اتوار، حال آدمو به هم میزنه. کمبود محبت داره خفه میشه بدبخت. چند روز حسابی دارن رو مخم کار میکنن که این پسر همسایه پایینی رو قبول کنن. پسر هم از شانسمون حسابی فول آپشنه. بیشتر از حرف زدن دیگه چیکار میخواستی بکنی ها؟
نکنه میخواستی با لعنت باشه ای تو. ازدواج یعنی این که عقل و دلت با هم انتخاب کنن، نه اینکه هر کدومشون واسه خودشون یه سازی بزنن. عقل میگه این پسره نه، چون حداقل 10 جاش پنچری داره. از شرف و دین و ایمونش هم همین بس که ناموس مردم اینجوری کشونده به بازی. روشن نکن اون لعنتی رو، خودت و من به جهنم. لاقل فکر این حماقت مشترکمون باش که دو روز دیگه این خودت معیوب به دنیا نیاد. چش، من به خاطر تو سیگارو که ترک میکنم این چی؟ اصلا این شهر و دیار رو ترک میکنم، میرم مثل فرهاد با تیشه میافتم به جون بیستون. خوبه شیرین من؟ مشکل اینجاست که شما دو نفر تو این بازی که شروع کردین خودتون نیستی، داری نقش بازی میکنی. تو میشی لیلی، اون میشه مجنون. اسمی شناختن همدیگه است آره، ولی دل میدی قلبه میگیری. عقلم که کلن تعطیل دیگه. آره بخیلش. میگه که عقل بیهوده سر طرح معما دارد، بازی عشق مگر شاید و اما دارد. در خیال آمدی و آینه قلب شکست، آینه تازه از امروز تماشا دارد. تو راست میگی، فوقش میشه یه احمقی مثل من که خر شدم و با یه احمق تر از خودم ازدواج کردم. شما ها اونو درست نشناختین. اصلا من حاضرم با همه سختیاش کنار بیام، پای عشق که وسط باشه همه چی آسون میشه. من میگم اگه بچه‌مون پسر شد اسمشو بذاریم سوهل، اگر هم دختر شد خدا اینا کرده دختر شد بذاریم پالمیرا. نظره؟ آره من خیلی احمق تر از تو، چون به خاطر تو احمق به همه چی زندگیم پشت پا زدم. اون همه خواستگار آدم حسابی رو رد کردم، با خانواده‌ام در افتادم، بابامو تهدید کردم که اگه راضی نشه از خونه میرم. مریم تو واقعا فکر کردی زندگی چیزی شبیه فیلم هندیه؟ عشق تعهد و مسئولیت نمیشه، عشق گوشت و سیب زمینی و شیر و خوشکالیش نیست. طب عشق و عاشقی زود به عرق میشینم. چیزی که زندگی رو جلو میبره همدلیه، هم فکریه، نه خلوازی. حالا بذار من بگم، اگه دختر بود اسمشو بذاریم آرزو، اگرم پسر بود اسمشو بذاریم امید. امید و آرزو قشنگه نه؟ حالا من از چه خبره؟ حالا هوا چطور؟ تهران یه مقداری گرد و غبار و باد و بارون و جاهای دیگه چشم ما اصلا از کرمانشاه و با کردستان شوکرین تو بخش قبلی گزارشی هم داشتیم. آره آخه کدوم شک و تردید داداش، اینا رو ذهن خلاق خودت میسازه. ما به هم اعتماد داریم، من مطمئنم هیچ وقت همچین مسائلی تو زندگیمون پیش نمیاد. من چشمکتر از مهران ندیدم. گیسوان تو شبیه هست به شب، اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشم. تو لیاقتت همون دختره میمونه، اقلا بهش بگو شمارشو به اسم مجید سیف کردی، بلکه شاید مجید برات اسمس بفرسته. چه عاشقانه در انتظار لبخند تو زیستم ای دوست. اگه فردا پس فردا با یکی دیگه ازدواج کردی طرف فهمید با این پسره بودی چه حالی میشه ها؟ یا یعنی که خودت چه حالی میشه وقتی بفهمی شوهرت با یه دختر رفاقت میکرده؟ به اینو فکر کردی؟ زیاد سخت نیست. ببین من دوشنبه صبح تا ظهر وقتم آزاده، اگه بخوای میتونم به تیاد بدم. ببین جون مادر تو دیگه واسه من جانماز آب نکش، تو همونی نیستی که دور از چشم ننه بابات اومدی خونه ما به لایت روم یاد بدی؟ چه حسابی اومدی وقتی میدونستی خونه خالیه؟ نترسیدی پات به رو پوست خربازه؟ نباید نترسیدی دیگه. داداش خواهش میکنم اون عینک بدبینی رو چشات بردار، تو رو خدا اینقدر همه چیزو سیاه نبین. من با آینده خوشبینم مریم، عشق همه مشکلات رو حل میکنه. تو فقط صبر کن و ببین. اگه پای این بچه وسط نبود، اگر اون میشد برگردم و تو چشای بابام نگاه کنم، تا حالا صد دفعه طلاق گرفته بود. تو این شهر کم نیستن لیلی و مجنونی که روزای اول واسه هم میمردن، ولی روزای آخر حالشون از ریخته هم دیگه به هم میخورده. تو هم میخوای یکی از اونا بشی؟ پس تا دوشنبه. دوست دارم. ببین جرأت رفتن نداری منتشو سر من نذار. فکر کردی اگه بخوای بری جلو تو میگیرن؟ اصلا همین الان برو، اون حماقت مشترک اونم مال خودت. یادگاری نگرش دار داداش. این حرف آخرمه، من کوتا نمیام.
حواستو جمع کن، پاتو بذاری بیرون، دیگه واسه همیشه رفتی. فهمیدی؟ کجا رو داری بری بدبخت؟ گذنیم به زندگی هم رفت به کارش دیگه. فیلم اندی بازی کردن نداری که. چقدر رویاها تو این کابوس تاریکه.